40 سال حکومت جمهوری اسلامی و برخورد نواندیشان دینی. گفتگوی داریم با مسعود نقره‌کار در باره صحبت‌های اخیر عبدالکریم سروش. سلام آقای نقره‌کار، خوش آمدید و خسته نباشید. ممنون از اینکه این فرصت رو به ما دادین که با هم باشیم. من هم سلام و درود دارم برای شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شما هستم و سال نو رو بهتون تبریک میگم. بله، سال نو به شما و به شنوندگان بینندگان این برنامه هم ما تبریک میگیم. آقای نقره‌کار، در 23 اسفند ماه 97 عبدالکریم سروش در مقاله‌ای به نام خمینی و شاه را در ماه و چاه نبینیم اشاره میکنه به نکته‌ای که شاید بشه روی اون یه مقدار تعمق کرد و اون اینکه مدعی میشه که خمینی باسوادتر ما نداریم. این چنین میگه چه کسی باسوادتر از خمینی است؟ این جانب ادعا کردم که آقای خمینی تا کنون از همه شاهان و رهبران سیاسی ایران باسوادتر بوده. شما قبول ندارید؟ بردارید بنویسید یا یک حاکم ایران را نشان دهید که از خمینی عالمتر بوده است. ادعای من ابطال وزیر است، آن را ابطال کنید. چرا فحش میدهید؟ چرا فضای فکری را با دشنام‌های رکیکتان آلوده میکنید؟ ما امروز قصد داریم به ایشون فحش بدیم و فضا را آلوده کنیم بنا به صحبت‌های ایشون، ولی این یعنی چی؟ به هر حال خود عبدالکریم سروش از کسایی است که بزرگترین ضایعه رو به جامعه معاصر ایران وارد کرد با اون طرح انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، و خمینی کسی است که دیگه شاید نیازی نباشه که بیایم ثابت بکنیم که اون از جنایتکارترین افراد در تاریخ معاصر بوده. شاید یکی از کسایی بوده که در کل تاریخ بشریت بشه اون رو در اون کاتگوری گذاشت به خاطر جنایاتی که کرده. چرا بعد از 40 سال یکی حاضر میشه زندگی سیاسی خودش رو در این رابطه ریسک بکنه و وارد این مقوله بشه؟ بله، ببینید، همونطور که گفتید، من فکر نمی کنم بسیاری از نقدهایی که در رابطه با این ادعای ایشون مطرح شد نه فحاشی بود و نه بدگویی. تا اونجا که من خواندم، همون سبکی که خود ایشون به یاد داریم در برخورد با نویسنده‌ای مثل محمود دولت‌آبادی به کار برد، به نوعی اون فحاشی‌های فیلسوفانه، در مورد دیگران هم این کار ایشون کرده. بنابراین در زمره همون واعظای غیر متعظه که حرفایی میزنه در رابطه با همین فحاشی و حتی نقد، که خودش کمترین توجه به این مسائل نداره، مثل نقد خودش در رابطه با آنچه که به عنوان انقلاب فرهنگی در واقع عمل کرده، هم در اون استراکچر و اون ساختار اون و انقلاب فرهنگی رو ایشون ریخت و هم در عمل دیدیم چه کرد، و بعد هم همینطور. ببینید، مسئله روشنفکران دینی در گیومه و یا نواندیشان دینی بحث تازه‌ای نیست. یعنی من اگر اشتباه نکنم از آقای فردید و نمیدونم آل احمد و بعد شریعتی بگیرید تو اون دوره که در مقابل فلواقع مسئله غرب و غرب زدگی و روشنفکران غربی، این زمزمه روشنفکران مذهبی هم مطرح شد. خب بعد از انقلاب هم کسانی مثل آقای مجتهد شبستری، بعد هم ایشون، آقای کدیور و دیگران چنین به هر حال مسیری رو ادامه دادن. بحثایی هم که می کردن راستش در یک مقاطعی امیدوار کننده بود. به نظر می رسید که زندگی در غرب، همونطور که به مجتهد شبستری یاد داده بود، زندگی در آلمان و آشنایی با اروپا در غرب باعث شده بسیاری از اینها به این رسیدن که این دین به ویژه تشیع اصلا پاسخگوی نیازهای مردم نیست و
و حرفا و به هر حال مطالب غیر واقعی، غیر علمی و نادرست هم درش زیاده. اینها آمدن به این رسیدن که بیان و یک اصلاحی بکنن این تشیع و این دین رو، به قول خودشون پلی بزنن بین مدرنیته و مذهب خودشون، این در واقع دین رو لاغر کنن و این دین و مذهبشون رو در واقع به عقلانیت نزدیک کنن. و بحثایی که میدونید دیگه، نمونش همین آقای سروش بحث میکنه که میباید دین رو تلطیف کرد، و تلطیف به نظر من از خشونت و ببیش از این حرفایی که امثال ایشون میزنن در واقع باید پاکیزه کرد اون مذهبی که اینا میخوان رفرم بکنن. بنابراین این مفهوم و مقوله چیز تازه‌ای نیست، بدون تردید با مفهوم روشنفکری هم دیدگاه های اینا نمیخوره. روشنفکری یک مقوله دیگری است، بحث اینها و حرفای اینا و خود اینها یک پدیده و مقوله متفاوتی. به هر حال چنین وضعیتی وجود داشت. متا آنچه که تحت ما روشنفکران دینی، آقای سروش، آقای البته آقای کدیبت به نظر من تفاوتایی داره با ایشون، یا کسی مثل مهاجرانی و دیگران مطرح میکنن، اینها به این دلیل که واقعیتش بند ناف فکرشون به این حکومت متصله، در واقع خودشون بانیان شکل‌گیری این حکومت بودن و بدون تردید فکرشون و رفتارشون امروز نمیتونه منفک بشه از این گذشته حکومت و الان. انتقادهایی دارن ولی این دعواها در واقع دعواها به نظر من بیشتر بر سر قدرت هست تا اینکه بخواد فلواقع یک مسیری رو یک تغییر تصیب کنه و تغییر ایجاد بکنه. ایشون هم تو اون رابطه این صحبتها رو میکنه. این صحبتها جدید نیست. ایشون بر در هر بزنگاه سیاسی حاضر شده به نظر من با برنامه و با نقشه و مسائل رو مطرح کرده که بتونه افکار و اذهان عمومی رو، مردم رو و اپوزیسیون رو منحرف کنه از اون اتفاقی که تو جامعه ما داره میفته. شما ببینید در مقاطع انتخابات ها میاد و نظر میده و حمایت میکنه از اصلاح طلبان میکرد و همینطور کسانی که انتقادایی به خودش داشتن رو میکوبه، مثل برخوردی که با آقای محمود دولت‌آبادی میکنه و غیره. میخوام بگم که یعنی نمونه ها زیاد هست. بحثی هم که ایشون الان اومده کرده توی شرایط ویژه ایست جامعه ما، میبینیم چه جامعه بحرانی است و چه وضعیتی است. مسبب اصلیش هم بنیانگذار حکومت اسلامی یعنی آیت الله خمینی و پیروان و پایوران این هستن که شبیه آقای سروش هستن. بنابراین اومدن و چنین بحثی رو مطرح کردن، علی رغم انتقادایی هم که در بحثش اونجا میکنه، این با برنامه است، حساب شده است و دقیقه. خمینی با سواد بود، من هم با ایشون موافقم، ولی همون سوادی رو داشت که خمینی روزهای اول در توهین به روشنفکران مطرح کرد، گفت روشنفکران خرایی هستن که بار کتاب دارن. این نوع سواد رو آقای خمینی داشته و داره و همسال کسانی که امروز سعی میکنن آقای خمینی رو با اون جنایتهایی که کرده تطهیرش کنن. بله، خیلی ممنون برای باز کردن این بحث. چند نکته بد نیست یه اشاره من داشته باشم به زمانی که سال گذشته، تقریبا بیش از سال گذشته، که آقای سروش اومدن در تورنتو برنامه داشتن و ما رفتیم اونجا اعتراض کردیم و مقابل این حرکت وایستادیم. در مقابل سوال من اتفاقا ایشون گفتن که ما دانشگاه رو بستیم چون دانشجویان شلوغ میکردن و ما مجبور بودیم این کار رو بکنیم. به هر حال یعنی حتی بعد از گذشت 40 سال ایشون حاضر نشدن بگن که به هر حال اون اشتباه بود یا چیز، هنوز هم دفاع کردن از اون مسئله.
مسئله سواد رو مطرح کردیم. خب این سواد بحثش از دید حداقل من این هستش که نسبیه. به هر حال وقتی شما میخواین یکی رو با سواد قلمداد کنید باید معیارهای مشابهی رو داشته باشید. خود شاه هم دانش آموخته سوئیس بود، چند زبان زنده دنیا رو صحبت میکرد. نمیشه بگی که اون آدم بی سوادی بود. و اینکه اگر کسی هم سواد داره، این سواد رو دقیق در کدوم مسیر به کار میبره. دانشمندایی هم که در به هر حال اردوگاه های نازیس کار میکردن و کورهای آدم سوزی داشتن، اونها هم دانشمند بودن، سواد داشتن، تم محقق بودن. یعنی فقط سواد فکر نمی کنم معیار باشه. حالا سوال اینجا هستش که اشاره کردید شما در مقطع جامعه کنونی جامعه بحران زده ای هستش. ما دیماه 96 شاهد بودیم که اومدن و گفتن که اصولگرا و اصلاح طلب تموم ماجرا. چرا کسی با قدمت سیاسی سروش که وابسته به درسته که به هر حال همیشه امثال سروش ناجیان این حکومت بودن، به نظر شما چرا یک کسی اینقدر کودن میشه لحاظ سیاسی که بیاد زندگی آینده خودشو با این ریسمان پوسیده پیوند ببنده در چنین شرایطی؟ بله، ببینید چند تا نکته ای رو مطرح کردین، من به این هم سوالتون خواهم رسید. ببینید اولا در مورد انقلاب فرهنگی چند تا دانشجو اگر شلوغ کردن، نتایجش نمی باید اون پاکسازی شرم‌آور استادان دانشگاه و کشتن دانشجوهایی که شلوغ می کردن بودن. می دونید چقدر اون دانشجوها رو پیروان آقای سروش با چاقو و چماق جلوی دانشگاه زدن، تعدادی کشته شدن. در اهواز دکتر نریمیسا رو و بسیاری از دانشجوها رو تو همون مقاطع اعدام کردن، تیرباران کردن، کشتن. ایشون طوری حرف میزنه انگار در رابطه با انقلاب فرهنگی ماشینش رو توی پارکینگ مثلا توقف ممنوع پارک کرده. جنایتی اتفاق افتاده تو اون مقطع، این شوخی بردار نیست. حالا از اون بگذریم، ببینید ایشون چرا مطرح میکنه الان و آیا فکر نکرده؟ ایشون فکر کرده، فکر میکنه. آینده الان حیات ایشون و حضور ایشون برمیگرده به وجود چنین حکومتی. نه، ایشون در واقع کودن نیست از این زاویه. در مسیری حرکت میکنه که به لحاظ سیاسی دنبالش بوده و الان هم دنبالشه. یعنی حفظ حکومت اسلام. حالا ایشون میخواد در واقع یه مشاطه‌گری هم بکنه، یه شکل شمایلی دیگه هم بهش بده. میخوام بگم برخورد ایشون برخورد دقیقی حسابگرانه است و میدونه چی داره میگه و کی باید بگه، برای اینکه منافع مالی و منافع معنویش ایجاب میکنه. اینها ایشون آدمی مثل مهاجرانی و دیگران، اینها درسته در خارج کشور هستن و دارن فلواقع از مالیات مردم امریکا و انگلیس و اینا زندگی های خوبی دارن و فحش هم میدن به این به هر حال غرب و این برخورد رو دارن، ولی میدونن دارن چی کار میکنن. اینها با برنامه در خارج کشور هستن، اینها با برنامه دارن کار میکنن، کودن نیستن. به نظر من آدم های باهوشی هن، در باهوش در اون کیومه باهوش، درست من تو عرصه پزشکی بگم مثل دکتر منگله آشویتس، مثل دکتر منگله دوران هیتلر، دکتر جوزف منگله و دیگران. و چقدر فلاسفه تو اون دوره، فیلسوف ها بودن که از هیتلر حمایت میکردن. ایشون هم در واقع در اون کتگوری باید دید. انتظار بیش از این هم نداشت. برای ایشون خمینی باسوادترین. ایشون فراموش میکنه اگر راه دوری نخواهیم بریم، ایشون میگه پادشاهان، حالا مسئله داره با محمد رضا شاه یا پدرش که پدرش بی سواد بوده ولی دانشگاه درست میکرده، دانشگاهی که بعد ایشون میاد میبنده. سواد یعنی چی؟ رضا شاه اصلا سواد نداشته ولی در اوج بی سوادی میاد دانشگاهی رو برپا میکنه که ایشون میاد اون برخورد رو باهاش میکنه. اینجا میشه فهمید اصلا تعریف سواد چیه. سواد یعنی چی؟
فهمیدن یعنی چی. شما اگه محمد رضا شاه و رضا شاه رو هم کنار بذارید، دوره قاجار هم برخی از پادشاهان ما رو چه آدمای بی سوادی ندارم کنار بذارید، مگر شاه عباس کبیر بی سواد بود، کم دانش بود؟ یا انوشیروان در دوره خودش، حالا اون عادل اونم تو گیومه بوده، ولی در شرایط خودش در اون تاریخ انوشیروان آدم بی سوادی بوده؟ یعنی شما اگه بخوای برای ایشون مثال بزنی، ایشون هم میدونه اینا رو، میدونه، ولی به هر حال میدونه داره برای کی حرف میزنه، برای من و شما نمیگه، میدونی؟ این رو برای اون مردم و اون تودهی میگه که انتظار داره یه روزی روی دوش اونها در ایران فلواقع خودش و همفکران خودش به قدرت برسه. بله، متشکرم. آقای نقره‌کار، موضوع امروز روی نواندیشان دینی است بعد از 40 سال. به هر حال یکی از شاخصاش یا بعضی از شاخصا رو تو این بحث ما اشاره کردیم، مهاجرانی یا سروش از کسایی هستن که از جنبه‌های سیاسی دارن این حکومت رو به هر حال کمک میکنن تا تداوم داشته باشه، مخصوصا در شرایط فعلی. کسای دیگه هم هستن که دارن کارهای دیگه‌ای میکنن که بد نیست. نمیدونم، اگر اجازه بدید ما وارد مبحث اختلاس بشیم و به هر حال ببینیم. الان ما بحث این مرجان شیخ الاسلام آل آقا رو در خبرها داریم که بزرگترین اختلاس رو میکنه، و وقتی نگاه میکنی به تاریخچه همچین افرادی از بطن حکومت در میاد بیرون، با تمام سران بودن، با دو جناح بودن، کاندید نماینده مجلس بودن، یعنی کسایی که استخون بندی یک حکومت رو، به هر حال وقتی ما داریم راجع به حکومت اسلامی صحبت کنیم، اینا پایه ها و استخون های این حکومت هستن. یکی مثل سروش در میاد بیرون، یکی مثل مرجان آل آقا در میاد بیرون. و الان اگر ما برگردیم رو مسئله اختلاس ها، یه دم دارن باروبند رو میبندن، یعنی برعکس آقای سروش که داره اینجا وای میسه و ریشش رو گرو گذاشته در مقابل حمایت از و پایبندی اون حکومت، امثال مرجان آل آقا پولا رو در میارن و فرار میکنن. این رو چگونه میشه توضیح داد؟ بله، ببینید، هم آقای سروش هم کسایی که اختلاس مالی میکنن، در واقع هر دو اختلاس کردن. به نظر من یه انقلابی اتفاق رخ داد و قبلش مردم چیز دیگه میخواستن، بعد اتفاقهای دیگه افتاد، به نوعی اصلا اینها اون انقلاب و اختلاس فکری کردن، اول اختلاس ایدئولوژیک به قول خودشون کردن، یه عده هم اختلاس مالی کردن. یعنی به نظر من هر دو اینا جزو اختلاس کننده ها هستن، هر کی به شکل دیگه. اون بخشی که از نظر مالی اختلاس کرده، چون ما میبینیم چه اتفاقی تو اون مملکت از این بابت افتاده، رانتخاری ها، پولشویی ها، رشوه گیری ها، و داریم میبینیم که آقازاده ها تو خارج چجوری دارن زندگی میکنن، تصاویرشون هست. توی ایران مردم کلیه میفروشن، نمیدونم ماه به ماه گوش نمیخورن، اینجا ببینید آقازاده ها و خود امثال آقای سروش و آقای مهاجرانی اینا در این خارج چگونه زندگی میکنن. میخوام بگم که در واقع این نوع اختلاس مالی که ما اینگونه شاهدش هستیم، از آغاز به نوعی بود و الان افزایش پیدا کرده و تا موقعی که حکومت اسلامی هست هم ادامه خواهد یافت. حالا افراد مختلفی شما اسم بردید، فراوانن از این موجودات. چرا؟ خب واقعیتش اینه که تو اون مملکت هیچ ساز و کار دموکراتیکی وجود نداره. در واقع در جامعه‌ای که کنترل دموکراتیک نیست، در واقع یک کنترل دقیقی نیست و یک جامعه است به اون شکل که ما الان شاهدش هستیم، در واقع یک مافیای قدرت میشه گفت دینی، مذهبی و سیاسی داره حکومت بکنه، رانتخاری و پولشویی و رشوه گرفتن و اینها طبیعی است، امر عادی است. هر کدوم از اینا تلاش میکنن در واقع به قول یه دوستی سرقتمند بشن، نه ثروتمند. در واقع با دزدی و سرقت دارن شرایطی رو که ما شاهد هستیم رو برای خودشون ایجاد کردن. بنابراین اون جامعه ای وضعیت رو خواهد دید.
دلیل حکومت هست، دلیل فقدان دموکراسی است، شفافیت نبودن. شما تو خود امریکا رو من مثال بزنم براتون. خب ببینید، یک موجودی مثل ترامپ که آدم فاسدی است از همه نظر، میاد اینجا بر سر کار. خب 60 میلیون امریکایی هم متاسفانه بهش نمیده. شما ببینید این کنترل دموکراتیکی که میگم، با اینکه اینجا اشکال داره نمیخوام بگم، ببینید در این دو سالی که سر کاره، این سیستم کنترل دموکراتیک داوودی با ایشون چه رفتاری کرده. چنین چیزی رو ما تو جوامع شبیه خودمون نمیبینیم. اینجا نمیخوام بگم کاملا درسته، ولی میخوام بگم شما خودت تو کانادا الان شاهد هستی اون کنترل دموکراتیکو. تو جامعه ما وجود نداشته، طبیعی هم واسه یک حکومت توتالیتر مذهبی سر کاره و همشون هم الان سعی میکنن بویژه موقعی که احساس خطر میکنن بچاپن، جمع کنن و بیان مثل بقیه کسانی که اینجا هستن و از آنها هستن زندگی خودشون رو اداره بکنن، بچرخونن و زندگی خوبی داشته باشن. بنابراین ریشه این فساد رو، این نوع فساد رو باید اونجا دید و واقعیتش بسیارن از این افراد همونطوری که اشاره شد و ما تو جامعه خودمون هم داریم میبینیم هرچه حکومت و جامعه بحرانی تر میشه این مسئله بیشتر میشه. البته من به این نکته هم اشاره کنم که حکومت مسبب هست، عامل هست، ولی کل جامعه این فرهنگ هم وجود داره. شما این رشوه دهی و رشوه گیری و رشوه خواری رو تو خود بدنه جامعه هم میبینید. یعنی متاسفانه وقتی اون دموکراسی و اون کنترل دموکراتیک نباشه، فقط حکومت نیست، خود مردم هم در واقع این روش و منش به نوعی میشه یک نوع از اون فرهنگی که میخوان و پیش میبرن. و ما امروز خبرهایی که میرسه میبینیم رشوه خواری، پولشویی و اینا فقط در میان عناصر حکومتی و اون لایه های مدیریت جامعه نیست، بلکه تو خود مردم هم تبدیل شده به یک روش و منش. بله قطعا وقتی راهی برای پیش برد کار، راهای اصولی و سیستم درستی حاکم نباشه، همچین چیزهای طبیعی میشه و متاسفانه همچون که اشاره کردین در بطن جامعه رسوخ میکنه. این فقط یکی از عوامل دستاوردهای جمهوری اسلامی است برای کشور ما. خیلی مسائل دیگه هم هست که شاید سالیان سال نیاز باشه بعد از جمهوری اسلامی تلاش کرد تا این ضایعات و این کثافات رو پاک کرد از درون جامعه. برگردیم روی این موضوع که ما چه کار میتونیم بکنیم. ببینید وقتی که سروش اومد ما فشار آوردیم، حتی بار اول مجبور شد که محل سخنرانیش رو تعطیل بکنه، ولی سری بعد که اومد از راه قانونی وارد شدن و اینجا هم گفتن که به هر حال قانون کانادا این حکم میکنه که ایشون میتونه بیاد از سیستم استفاده بکنه. پولایی هم که دارن میارن به نوعی جنبه قانونی داره، از جنبه‌ای که نمیتونن اینجا، حالا یا به نوعی اگر میتونن نمیکنن. چه کار باید کرد که حداقل ما بتونیم مقابل این سیاست ها وایسیم و تماشاچیه این قضایی ها نباشیم؟ چون به هر حال وقتی که وایسی تماشا نظارگر باشه که طرف پولو میاره، طرف میاد اینجا کرسی میگیره حرف میزنه، طرف میاد هر کاری دلش میخواد بکنه، هی خارج از کشور حیات خلوت اینها شده، چه کار باید کرد و چه اقداماتی رو باید انجام داد که مانع شد؟ خب طبیعی است. ببینید نمیشه در شرایط خارج کشور به اون شکلی که شاید برخی مناسب میدونن با اینها مقابله کرد و در واقع جلوشون ایستاد و اجازه نداد که اینها اینگونه ستمگری خودشون رو نسبت به مردم میهنمون ادامه بدن. حتی اینجا راههای ویژه‌ای داره. بگم من همین روشنگری و افشاگری بسیار پر اهمیته. نباید در مقابل این برخوردهایی که میبینیم به ویژه این اختلاس ها سکوت کرد و روشنگری کرد، افشاگری کرد، گفت. این یک واقعیتیه. متاسفانه همین روشنگری و افشاگری هم در خارج کشور ضعیفه. چرا؟ برای که اپوزیسیون در یک موقعیت
خوبی قرار نداره. شما ببینید اپوزیسیونی که میباید همه هم قمش در رابطه با مسائل داخلی ها و این نوع مسائل باشه، این اختلاس ها، این به هر حال وضعیتی که تو این زمینه هست، ببینید این اپوزیسیون الان بیشترش مشغول درگیری با خودشه و داره با چه مسائلی به واقع وقت رو میگذرونه. اگر یه اپوزیسیون قدرتمندی در اینجا وجود داشت، یک اپوزیسیون یک دستی وجود داشت، اهرم های درست حسابی رو به کار میگرفت از نظر حقوقی، امروز با وجود مدارکی که ما در رابطه با انقلاب فرهنگی داریم، آقای سروش باید در همین خارج کشور پاسخگو باشه به لحاظ حقوقی، برای که ایشون ساختمان حرکتی رو ریخت و عمل کرد که درش آدمهایی به قتل رسیدن، درش آدمهایی زندگی و شغلشون رو از دست دادن. خب جنایت یعنی چی؟ بنابراین این اپوزیسیون الان توی همچین موقعیتی است. اگر این اپوزیسیون درست عمل میکرد، یک دست عمل میکرد، لااقل اون بخشی رو که شبه اپوزیسیون هست جدا میکرد و خودش در یک مسیر درست حرکت میکرد، امروز خامنه ای با این جسارت و شهامت نمی اومد یک جنایتکار رو بذاره در رأس قوه قضاییه اون مملکت. آدمی که سند هست، مدرک هست، شواهد زنده هستند که در کشتار هزاران زندانی سیاسی اسیر دست داشته، یعنی جانی جنایتکاره، خیلی راحت اینو میشه اثبات کرد. بنابراین باید اپوزیسیون به نظر من گسترده تر از این روشنگری بکنه، افشاگری بکنه، اسنادی رو که داره لااقل بتونه به یک میشه گفت مراجع حقوقی بده، خواستار این باشه که واقعا کسانی که مستقیم دستشون در جنایت در اون مملکت وجود داشته، آلوده هست، اینها از نظر حقوقی همینجا به در واقع رسیدگی بشه بهشون. این راهایی که میشه رفت به گمان من. و اگر بشه الان شما نگاه کنید، اپوزیسیون بخشش اپوزیسیونی نیست که از نظر مالی فقیر باشه، ادعایی که میکنن. خب اگر این توانایی مالی و این توانایی انسانی و این موقعیتی که دارن اینها در این مسیر به کار ببرن که کسانی که در اون مملکت جنایت کردن به طور مستقیم اسنادی وجود داره و الان در خارج کشور مستقیم و غیر مستقیم باز مبلغ اون حکومت هستن و دارن از موقعیتی که در خارج از کشور استفاده میکنن، میشه اینها رو به نظر من به دادگاه کشون. بله، من چند نمونه را اینجا اشاره کنم. وقتی شاهرودی اومده بود آلمان، چه در آلمان تظاهرات شد، ما هم در کانادا در کنسولگری آلمان حضور پیدا کردیم و فشار آوردیم که شاهرودی رو در واقع محاکمه کنن، که این وسیله شد که اون به هر حال معالجه نشده فرار بکنه. به هر حال اینا ابزاری است که میشه استفاده کرد. ولی نکته جالبی که شاید جالب به معنای خوبش، نه به معنای واقعا چندش انگیزش، عکس العمل آقای مهدی خلجی همسر خانم مرجان شیخ الاسلامی است که بعد از چند روز بازی‌های به هر حال سیاسی که کردن، عکس‌ها رو برداشتن و به روی خود نیاوردن، مقاله‌ای دادن، نوشته‌ای دادن که این جمهوری اسلامی همه به هر حال اپوزیسیون رو داره مثل خودش میکنه و این تهمت فلانه. یعنی به نوعی کسایی هم که خودشون تلاش کردن در این مدت که بخشی جزء بخشی از اپوزیسیون باشن، میبینیم که اینجوری آلوده هستن متاسفانه. به هر حال باید راه های قانونی رو پیدا کرد. ولی وقتی که شما اشاره کردید که اپوزیسیون در این زمینه خوب کار نکرده، قطعا همینطوره، خوب نتونسته کار بکنه. الان باید چه کار کرد؟ بله، ما یه سری کارها رو کردیم، مثلا همین
دادگاه تریبونال که در واقع مسئله کشتار دهه 60 رو خیلی دقیق مورد بررسی قرار داد، ولی به هر حال کشور خارجی هم یک لایه‌های سوراخ‌هایی رو در قوانین خودشون دارن، یا شاید سوراخ نباید گفت، شاید گفت به هر حال اینا بخش از آزادی‌های مدنی است که دادن و اینا دارن سوء استفاده میکنن. نمیشه به اون شکل فشار آورد. آیا فقط فکر میکنید این راه‌های تبلیغ و یا افشاگری میتونه مؤثر باشه؟ ببینید، راه‌هایی که ما اینجا داریم راه محدودی هست. ما در واقع نمیتوانیم همه جا حضور فیزیکی پیدا بکنن یه عده‌ای و افشاگری بکنن در همون محل و به هر حال بگن این که داره سخنرانی میکنه و میخواد بقیه رو در واقع ارشاد بکنه چگونه موجودیست خودش مستند. البته خب این راه بسته است، راه محدودی است و شاید هم حتی بعضی موقع ها اینها مورد سوء استفاده خود همین ها قرار بگیره. راه باید بگم من در خارج کشور راه قانونی باشه. در این معنا ببینید ایشون مثلا آقای سروش به اشکال و انواع مختلف در دانشگاه های مختلف صحبت میکنه. تمام این دانشگاه ها رو میشه در جریان گذاشت با اسناد و مدارک ایشون چیکار کرده، چیکار میکنه، چی داره میگه. خب نه فقط ایشون، خب بسیاران از کسای دیگه ای هستن. یکی از مجلات نمیدونم فکر کنم تایم بوده، آقای سروش جز 100 نفر آدم های در واقع اهل فکر رو اینها در جهان معرفی کرده. خود همین مجله رو باید باش تماس گرفت، کشیدش پای این بس که این آدمی که تو معرفیش کردی این سابقه شه، این حرفاشه. میدونی بسیاری از جلساتی که اینها دارن خیلی از کسانی میرن که در واقع طرفدار اینها نیستند، نباید حضور پیدا کنن، نباید در واقع اون جمعیتی که میره اینها رو بیشتر تشویق میکنه. میخوام بگم که راه‌های عملی متعددی هست، راه‌های زیادی وجود داره. خود شما نگاه کنید الان بی بی سی شده لانه مشتی جنایتکار در که در حکومت اسلامی جنایت کردن. یعنی آقای مهاجرانی الان یه دوره ایشون وزیر بود یه کاری میکرد، خود من هم به اشتباه میگفتم داره کاری مثبتی. یا آدمی مثل اون موجودی مثل فرخ نگهدار الان اون بی بی سی زیادن از اینا جمع کرده، اینها در دستشون به جنایت آلوده است. آقای مثلا فرخ نگهدار ما مدارک، دلایل، شواهد، شاهد زنده مثل خود بنده وجود داره که در واقع خواستار اعدام مخالفان، خواستار کشتار، حتی بدترین رفتار با هم دانشگاهی هم سازمانی خودش کرده. شما نگاه کنید بی بی سی شده در واقع لانه این موجودات. فراوونن آدم بخواد اسم ببره، حالا این دو موجود اومدن در ذهن من. میخوام بگم که خب من و شما یادتونه که در رابطه با بی بی سی اقدام کرد، چقدر از این اپوزیسیون از اون حمایت کردن. همه میگفتن این یک تریبونیست باید رفت حرف زد. خب آره، چه حرفی میزنید میرید اونجا؟ من هم فکر میکنم یک تریبونی میشه رفع حرف زد. چی گفته میشه؟ شما نگاه بکنید بیشتر برنامه ها به نوعی برنامه حمایت از حکومت اسلامی و حضور همین موجوداته که پول کلانی هم میگیرن، زندگیشون هم از این طریق میگذرونن و در این حال یعنی شما یک لانه به این خوشترکیبی رو شاهدش هستیم. چقدر اپوزیسیون دنبال این مسئله رو گرفت؟ بنابراین میخوام بگم که کمکاری میشه. منظور منم کاری نیست که بریم مثلا ما فیزیکی اپوزیسیون بره به اینها آسیب برسونه. ما با اینها تفاوت میکنیم. اینها که مخالفای خودشونو میکشن، مورد ضرب شد قرار میدن، شکنجه میکنن، نه، از طرق همین مدنی، رفتار مدنی، همین دادگاه ها، همین روشنگری ها، همین برخورد ها میباید در مقابل اینها ایستاد.
بله، من یه توضیح بدم که اشاره شما رو برای کسایی که در جریان نیستن این برنامه رو ببینن به اعتراضی بود که آقای نقره‌کار و ما و چند نفر دیگه به بی بی سی داشتیم به خاطر حضور علیزاده، آقای علیزاده در برنامه ها و به هر حال حمایت علنی ایشون از جمهوری اسلامی که به هر حال با واکنش بی بی سی هم روبرو شد و به نوعی هم کمتر الان ایشون تریبون میگیرن، به هر حال باید اینها رو انجام داد. آقای نقره‌کار من سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و توضیحاتتون. بار دیگر هم سال نو جدید رو به شما تبریک و به بقیه دوستانی که این برنامه رو میبینن، امیدواریم سال 98 سالی پر از شادی و شادکامی برای شما و بقیه دوستان باشه. من هم از شما سپاسگزارم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.